بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده و شنونده برنامه اسلام اقران از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آدین روز شما بخیر باشه، خوش باشین و خوشی ها از تک تک شما باشه. خداوند شهدای دیروز و شهدای همه اوقات و زمانه ها را بیامرزه، مقصد شهدای دیروز شهر کابل. خداوند شهدا را بهشت برین و بر مجروحین شفای عاجل و بر بازماندگانشان صبر جمیل نصیب بگردن. واقعا روز بسیار اندوهگین و اسفباری بود. امیدوار هستیم دیگه ما شاهد چنین روز و چنین غم و اندوه نباشیم. خوشحال هستم باز همه به شیر سیرت با تقدیم برنامه اسلام اقران تا یک ساعت به گونه زنده مستقیم در خدمت شما هستم. جناب آقای دکتر حافظ مفتی محمد ولی حنیف، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه هستند با ما. حضور شما بخیر باشه و خیلی خوش آمدید. تشکر، سلامت باشه. شما با سلامت. تشکر. باز هم طبق روال معمول تا نیم ساعت اول برنامه شما را تماس برنامه ما در خدمت شما در روی صفحه تلویزیون میبینین. 020-220-1093 تماس بگیرین به برنامه، جان ساله بگونه بسیار فشرده و مختصر مطرح کنین. آرزوی شنیدن آواز مبارکتان برای فعلا از تلویزیون و هم رادیو نداشته باشین. تکرار برنامه های ما، اولین تکرار روز شنبه ساعت 5 تا 6 بامداد و دومین تکرار پنجشنبه ها ساعت 1 تا 2 پس از چاشت. صفحه فیسبوک برنامه های اسلامی ما هم که در خدمت شما، اسلام فاصله و فاصله قرآن با فارسی نوشته کنین و شماره تماس 0782-22-47، شماره تماس واتساپ ما و شماره تماس ما و امی شماره تماس میتونه که در پیدا کردن صفحه اسلام قرآن هم شما را کمک و یاری کنه. تا نیم ساعت اول در خدمت شما هستیم با طرح سوالاتی که شما دارین. سوالاتی که با دست سیده از جناب استاد میپرسم و منتظر تماس های شما هم هستیم. اولین سوال جناب استاد از آقای نوراقای شیروزی هست. گفتن نگاه کردن پرنده ها در قفس از نظر شرعی اشکالی داره یا نداره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ببین، نظر به یک حدیثی که در سنن ترمیزی است، برادر حضرت انس به نام عمیر نام داشت. خب در پیغمبر اسلام در راه روان بودن، یک چوچه مرغ به حساب پرنده اونا داشتن به نام نوغیر. واسه پیغمبر اسلام به عمر برادر حضرت انس گفت یا با عمر ما فعل نوغیر. مت یک لفظ حدیث است در صحیح ستام در ترمذی شریف. بنان به اساس از این حدیث شریف معلوم میشه که نگهداری مرغ و پرنده ها مباح است، مشروط بری که همو غذا، آب چی که ضرورت دارن که باعث آزار اذیتشان نشه، نگهداریش مباح، جواز دارن. سلامت باشین. با 0782 فعلا به خاطر تماس شما در برنامه تماس نگیرین، چون شماره تماس پیش شما هست و این شماره تماس من نمیتونم که ما در جریان برنامه پاسخ بگوییم. ختم برنامه که ما در خدمت شما هستیم، اولین تماس امروز میگیریم. بله بفرمایید. بله بله جناب سیرت، سلام و سلام خدمت استاد بزرگوار. علیک السلام و رحمت الله. شما به سلامت میشنیم، بفرمایید. اگر شب قربانی شد در اینجا و کسی که مثلا واسه فامیل شد در اینجا بعد از ختم مراسم در اینجا قربانی شد در اینجا، همین سوال برادر دوباره تکرار کو، آغاز شما نگرفتیم، دوباره همین سوال تکرار کو. گفتم کسایی که به حج فرضی میرن، یعنی کسایی که به حج هستند اوجا، یعنی بعد از روز اول که طواف دیگه پو خلاص میشه، وقت ذبح قربانی میشه، میشن که دیگه قربانیشان رو ذبح بکنه تا اینکه از خواه سلامت. گپ خوب گپتو نگرفتیم، سلامت باشین برادر گرامی. بفرمایید نسل. ببینیم به اساس آیات قرآن کریم و اتم الحج والعمرة لله، در امیات شریف در قسمتش میان که وقتی که حاجی حج تمتو و حج قارن باشن، اونها در روز اولید 5-4 کار اساسی را انجام میتن. اول رمی جمرات، شیطان بزرگ میزنن. دوم قربانی درم خود منای شریف باید بکنن. و سوم سر خود میتراشن، غسل میکنن، کالای لباس ساده خود میپوشن، طواف زیارت میکنن. اینجا یک سوی تفاهم است، از شریعت آگاهی نداشته باشیم. حاجی که در مکه میرن اگر مقیم باشد، چی مانا از 15 روز پیشتر از ایام رسمی حج اونجا وقت سپری کرده باشه،
در ایام حج و قربانی که میکنه او قربانی دم شکر است، او شکرانگی حجش است. و وقتی که اگر پول داشت، سرمایه داشت در خانه خود، دیگه قربانی ضرور است که باید دیگه قربانی بکنه اولادش. بنابراین او قربانی که در حج میکنن او دم شکر و شکرانگی او جدا است که دموجه باید چود. بله، در صورتی که حاجی مقیم باشه بیشترش 15 روز در مکه سپری کرده باشه پیش از ایام رسمی حج، او باید به ورثه خود هدایت بدن که دیگه قربانی که ما شما معمولا میکنیم در صورتی که توانایی داشته باشه، توانایی داشته باشه در کشور خود بکنه. شما با سلامت عادل روی خط تلفن هست. بله بفرما. السلام علیکم. علیک السلام و رحمت الله. بفرما. در کنسرتون خوب است؟ شما با سلامت. بفرمایید سوالتان. ما در رابطه با خرید فروش موتر میپرسیدم، یک سوال داشتم. اگر یک زمان موتر تا مثال موتر در موتر فروشی است قیمت میگذاری سرش که مثال 10,000 یا 11,000 با قیمت دلار، یک زمان اگر یک کس پیدا میشه که ایره به مقدار قرض اگر تو مثال قیمت میگذاری 10,000 دلار، ایره به 11,000 12,000 دلار به حساب قرض به فروش میرسه، آیا این چی رقم است؟ سلامت. سلامت عادل شاه. عادل جان قن سالتان گرفتیم، مثلا به پول نقد 10,000، به پول قرض 12,000، 3 ماه بعد پیسی شما میگیم یا 4 ماه بعد؟ استاد بفرمایید. اول در رابطه با سوال قبلی که عبادت امر تعبدی و توقیفی است، خدا گفته حاجی را که قربانی را در منا بکنه. کی دم شکر است اساسا؟ ثم محلها الى البيت العتیق. بعض مردم هایی که از شریعت آگاهی نداره میگه می قربانی را چرا اونجا شه؟ خدا می کشور ما شه که مردم ها فقرا است از استفاده کنن. شریعت گفتن که او دم شکر است در اونجا. اما اگر یک حاجی که مسافر بود در ایام حج را سر از او دیگه قربانی دیگه اضافه لازم نیست. اگر مقیم بود بازو باید دو قربانی کنه، ورثه خدا اینجا در کشور وطن خود هدایت بدن که یک سهم قربانی بکنن. در رابطه با سوال برادر، در فقه اسلامی در قضایای فقهی معاصر مفتی تقی عثمانی قضایای فقهی معاصر کتاب نوشته کردن، دکتر صاحب زهیلی رحمه الله در فقه اسلامی ذکر میکنن و با اساس یک حدیث شریف پیغمبر اسلام میگه که دو عقد بیع در یک عقد باید انعقاد نشه. چی مانا؟ اگر یک کس یک مال مثلا برادر سوال کرد یک عراده موتره نقدن 10,000 دلار و اگر نسیه قرض میگیری 11-12,000 دلار، در صورتی جواز داره تمام مذاهب اهل سنت و جماعت میگن که جواز داره، به صورت مشروط بری که بایی و مشتری در امی عقد مشخص بکنن که آیا نقدن یا نسیه است. اگر ات مجهول باشه باز عقد جواز نداره، اگر معلوم باشه که آیا بس نقد است 10,000 و اگر نسیه و قرض باشه تا چه وقت مدتش مشخص باشه، یک نوع عقد باشه ات مجهول نباشه جواز داره. سلامت باشید. تماس میگیریم. بله بفرمایید. ریمه خواهر بفرما. بله آواز شما را داریم، بفرما. بله سلام علیکم. علیک السلام و رحمت الله. سالگی ما قرآن کریم ما ختم کردیم چند بار پیش خود و پیش بسیار مولوی ها. ای مولوی سه سوال دارم که همین بسیار دلم از رقم خراشیده میشه که همین به حضور خدا قبول میشه نمیشه. ما خون به کمال میخوام انشالله. سلامت باشین. دوستای عزیز یک خواهش کوچک از شما دارم. زمانی که شما تماس میگیرین با اتاق فرمان تماس شما رو با ما وصل میکنه، بعد از ادای احترام به جناب استاد و بیننده ها مستقیما برید به طرف طرح سوالتان. اگر شما منتظر گپ ما باشین و ما منتظر گپ شما، اینجا یک تکر پیدا میشه بین گپ ها، باز کمکی از نظر تکنیک دچار مشکل میشیم. این خواهش ما امیدوارم در نظر بگیرین. استاد بفرمایید. با اساس آیات قرآن کریم وقال ربکم ادعونی استجب لکم. ببینین عبادت حق خداست بالای بنده، تلاوت هم عبادت است و هر کسی که میخواد که خدا با او صحبت کند تلاوت قرآن کریم بکنه، اگر میخواد خودش با خدا صحبت کنه نماز بخونه.
و در عبادت مسلمان باید همین دو موضوع را در نظر بگیره، خوف و رجا. هم از خدا ترس بکار است، هم امید. و هر عبادت را که میکنیم به این عقیده داشته باشیم که مطابق شرایط اسلامی، فرایض، واجبات، سنت، آداب، آداب تلاوت قرآن کریم را در نظر میگیرین، با طهارت در نظر میگیرین، طبعا قبول میکنیم. لا تقنطوا من رحمت الله، ناامیدی از رحمت خدا نشیم. اونجا خدا میگه که شما دعا بکنین، عبادت بکنین، ذکر و اذکار بکنین، حاجتتان رو بخواین، ما اجابت میکنیم. بنان انسان به مسائل تشویش و چیزا رو نبرن و به یه عقیده داشته باشن هر عبادت را که میکنن، فرایض، واجبات، مستحبات، عبادت های نفلی، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، او را حتما امید داشته باشن در قبولیتش، اثراتش خداوند کریم در دنیا مسئله سعادت دنیوی نصیب میشه، عزت اما عافیت نصیبشان میکنه و در آخرت در مقابل هر حرف قرآن ده نیکی برشان میکنه. شما با سلامت تماس میگیریم. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. سلامت بفرمایید. همین یک مسئله که به براتون مشخص به مصر سازه، همین زمانی که یک نفر خانه گرایی میگرنه خب پس دفتل از او کرا میده، آیا این ثواب داره یا گناه؟ یعنی کرا گرو میگره پس ایره به کس دگه به کرا میده، همین قسمه سالتان؟ آه نه دیگه ایش خو بیخی دیگه ایچ خواه خواه سلامت استاد پاسخ میگن بفرمایید. چندین بار در رابطه به رهن و گروی مسائل بیان کردیم. طور مختصر برادر عزیز، در مسئله رهن و گروی دو مسئله فقهی است، یکیش اتفاقی است دیگه اختلافی. اتفاقیش چی مونه؟ که نفس عقد گروی باید قرآن ثابت است، به حدیث ثابت است، به اجماع امت فرهان و مقبوده. در صورتی که میخواین شما قرض حسنه بگیرین، کس سر شما اعتماد و تضمین نمیکنه، یک چیز تا گرو میمونی. بله. و به خود پیغمبر اسلام لباس جنگی است، بالای یک یهودی سر سی پیمانه جو گرو بود. بله. به اجماع امت هم ثابت است. نفس عقد گروی در فقه اسلامی باب و فصل مستقل داریم که جواز داره. بله. دوم مسئله اختلافیش که آیا فایده گرفتن از مال مرهونه، از زمین و خانه تا وقتی که پیسه تمیت استفاده کردن جواز داره. یعنی جمهور علما نظر به می حدیث شریف کل قرض جرى نفعا فهو الربا، یا قواعد فقهی که در مجلد الاحکام قاعده دوم است، العبره في العقود للمعاني والمقاصد لا للالفاظ والمباني ولذا يجري حكم الرهن على بيع الوفاء. به اساس از این قاعده فقهی و اساس از او حدیث شریف اکثر علما میگه سود است اجتناب بکنن. رای حل چی است؟ رای حل چی است؟ هر کس خودش ضرورت داشت که هیچ خانه و سرپناه نداشت، صورت بیع الوفا است که در قانون مدنی صورت جواز شده، یک نوع حیله گویاست که در قوالیش هم نوشته کنن که توسط بیع الوفا فروخته. هر وقتی که پولش داد باز که حساب بکن، این یک صورت جوازش، دوام در حالت ضرورت. اما ای که خودش خانه را گرو میگیره، بازو را به کرا میده، ای از نقطه نظر شریعت سود میده. سلامت باشین. پس جان گفت استاد که گروی گرفتن پس او را به کرا دادن دیگه، بله نادرست است. نادرست است. سلامت باشین. تشکر. یک تماس میگیریم و بر چند دقیقه باز سوالاتی که ما دارم باید یارا مطرح کنیم. از تماس های شما بر چند دقیقه البته پوزش در این برنامه. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیک السلام و رحمت الله. بفرمایید. مشنه بفرمایید. بفرمایید. امی کسی که نظر به یادم میگیره، مثلا یک گوزفند ما میکوشم خون میکنم، مثلا یک کار ما که خلاصت با ما میگه گوزفند میگیرم به سکر نظر خیرات گفته دیگه نظر میگیره با دمی رو که میکوشه به گفته بعضی ها میگه که از یه خورده نمیتونی یعنی که پی واقعاتی چی رقم اصلا میره گفت مکمه که گوزفند بسازیم. سلامت چرت تشکر. نظر عبادت است. عبادت تمام انواع عبادت باید به خدا شه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. و وقتی که نظر کردین باید لازم است به اون نظرتان وفا بکنین با اساس آیت قرآن کریم والیوفو نزورهم ولیطوفو بالبیت العتیق. و دیگه مسئله فقیشی است که باز وقتی که نظر کردین باز از مو مال را کلش واجب تصدق است برای فقرا، به فقرا بدین، خودتان از او استفاده نکنین. سلامت باشین.
استاد یک سوال داریم با تاسفی از ایران ما بود سال کمک مبهم بود ما خواستم که دوباره پیام صوتی بارن اما پیام صوتیشون اینجا دانلود نشد سال بگونه ای است تا جایی که ما برداشت کردیم که اینا یک مقدار پول داشتن میخواستن اینجا در بانک بانن بگونه امانت بعدش یکی از تاجرا پیدا شده گفته این پول برای من بده پیش ما باشه و من ماهانه 500 هزار و یک مقدار مشخص گفته من براتون از این پول براتون فایده میتونم به خاطر اینکه شما نیازمند هستین و مادرتان مریض هست حالا اینا سال شنی است که ما این مقدار پول اگه بدیم ما این ماهانه برای ما مقدار مشخص مفاد بده این در جمله سود میآید یا نمیآید در فقه معاملات بحث داریم در فقه علما فقهای اسلام ذکر کردن این سوالشون چند صورت داره بله. اگر صورت مضاربت باشه برادر پول داده اونا کار میکنن در لف نقصانشون شریک است و اساس عقدی که کردن در نصف ربع سبن یا سل چقدر فایده برشان میتن یا در فایده و نقصان شریک یک صورت مضاربت باشه جواز یا صورت مشارکت مشارکت باز انواع مختلف داره عنان مفاوضه شرکت الوجوه او صورت شام جواز داره سوم صورتش اگر به حساب هیچ عقد مضاربت نباشه عقد و شرکت انواع شرکت ها نباشه نفس بلایوز باشه باز اون مسئله سود است یعنی مسئله شما پولتان بابا بتین باز من اینقدر مقدار برتان پول مت پول باید مشخص نشه بگوین که در نفع نقصان شریک هر وقت ما تجارت کردم هر ربع یا هر سال سالوار به حساب بعد نفع نقصانش کرده ما شریک هستی برتان میکن اما اگه مشخص پول بازی مسئله شک سود استاد پدری که هیچ حق پدری نسبت به اولاد ادا نکرده و امی مادر بوده که زحمت اطفال از طفولیت تا بعد جوانی به اصطلاح متقبل شده و کشیده خب حالا مسئولیتی فرزندا در قبال پدری که بی مسئولیت بوده چی است دین اسلام دین حقوق و وجایب است هر کدام ما از خود یک سلسله حقوق و وجایب داریم و به اساس آیات قرآن کریم آیات 233 سوره بقره و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف فرض است واجب است بالای پدر نفقه و سکنای زوجش و اولادایش ادال وقتی که نفقه و سکنا تداوی مصارفش تأمین نمی کند ترک واجب سخت گناهگار اما در مقابلش زوجه اگر این مسائل به دوش خود گرفته بچایش به حساب کار کردن پیش خدا و رسول پدرشان مسئول هستند اما در قبال پدر به حساب شما از اخلاق نیکو کار بگیرید سلامت باشین اگر دو تا تصمیم جدا شدن داشته باشن استاد که پدر و مادر بخواین از هم جدا شوند پس این اولاد از کی میشه به صلاح میانش از نقطه نظر شریعت به اساس آیات قرآنی کریم نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم باز از نقطه نظر فقه اسلامی حاصل زمین بر صاحب زمین است نه بر زمین اینه بس شوهر میرسه از خواهر دو طفل از طفلا از شوهر میشه بره. سلامت باشین سوالی داریم گفتن که عقد مهر مهر زن از نگاه شریعت چه مقدار هست؟ در حدیث شریف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن که اقل مهر 10 درهم شریعه است و امام شافعی و امام مالک صاحب میگن که اونا هیچ در شریعت تعیین نکردن حدیث حد اقلش و امام مالک صاحب میگه ربع دینار حد اقلش اما حد اکثرش در شریعت تعیین نکرده به اساس آیت سپاره چهارم سوره نساء لفظ قنطار آمده لفظ قنطار حتی حدیثی که در رابطه به خلافت حضرت عمر صاحب از کنا در یکی از خطبای نماز جمعه میخواست که امی حد مهر تعیین بکنن پیش از اینکه فرمان صادر کنه بی بی عایشه صدیقه در مجلسشان بودن گفتن که در مقابل امر خدا کنجا لفظ قنطار آمده شما نمیتونین که حد اکثر مهر تعیین بکنین اونجا رضایت جانبین شرط است بنان در حدیث شریف پیغمبر اسلام میگه که کمال این نیست که مهر زیاد باشه بهترین خانم چی است که مهرش کمتر باشه خب بس شیربه ها اگر باشه چی نه از نقطه نظر شریعت شیربه ها تویانه اینا رشوت است که قصور خشوع از داماد میگیره اما مهر شریع و حق خانم است که مهر معجل و مؤجل که به اساس آیت قرآن است آیت چهارم سوره نساء و آیت النساء صدقاتهن نحل سلامت همکارا چند دقیقه فرصت داریم یک سوال دیگه میتونیم بپرسیم خب استاد در جریان وقفه هم قبل از شروع برنامه بر شما گفتم خانمی به خاطری که شوهرش مسئولیت پذیر نیست خواهان
فسخ نکاح میشن با وصفی که دو سال یا دو نیم سال با هم یک جا می بوده باشن. میرن به محکمه مراجعه میکنن، محکمه به محکمه خانم میگه مهری که برام تعیین شده که 10 یا 15 یا 20 لکر مقداری که است، من مهر برای شوهر میبخشم و شوهر در بدل این دو تا طفلی که دارم ایره برام بده. حالا بعد از گذشت یک سال یا دو سال ایر دو پشیمان است از عمل کرده خود، میخوان با هم یک جا شون، آیا رای حل شرعی وجود داره؟ بله، به اساس آیات قرآن کریم سپاره دوم سوره بقره طلاق مرتان فامساکم بمعروف فان خفتم الا یقیم حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به. ما در مسئله انحلال ازدواج چهار صورت داریم: خلع، طلاق، خلع، فسخ، تفریق قضا. خلع چی مانا؟ پیشنهاد طلاق از توسط زوجه برای زوج. اما مهری را که داده دوباره برات میتونم طلاق. اول خویی ضرور نیست. بین زوجین باید گذشت داشته باشن، عفو گذشت داشته باشن. اسلام دین وصل است نه فصل. نظام خانواده را باید استحکام بدین. و در صورتی که ضرورت باشه سبب آزار و اذیت طرفین شش، صورت خلع در صورت جواز داره. و مسئله خلع هم پیشنهاد زوج، طلاق توسط زوجه به زوج یک طلاق باین میشه. وقتی که طلاق واقع شد، نکاح خلاص شد، باز میتونن که تجدید نکاح بکنن، دوباره تجدید نکاح. اما مسئله اولاد، ببین از نقطه نظر شریعت وقتی که خانم شوهرش طلاق میدن تا 7 سال پسر همراه مادر میباشه، دختر تا 9 ساله اونا مصارفش هم سر پدرش می باشه. اما در وقتی که از عمرشان تمام شد بازو با پدر سپرده میشه نه با مادر. شما به سلامت. بابتی که بعضی از سوالای شما پرسیده نشد بنابر زیقی و تنگی وقت پوزش و همچنان سلفه یک مد در جیجان برنامه کمی تکلیف برای پیشته بود، از شما هم از این بابت هم پوزش میخوایم. ما وقفه میگیریم و پس از وقفه نشر اذان جمعه مبارک وفق شهر کابل و در ادامه چند همسری از نظر دین مبارک اسلام و شرایطش موضوع بحث ما هست. امیدوار هستم که با دقت تمام خانواده ها و دوستان دنبال کنند. خوش آمدین. ادامه برنامه اسلام و قرآن را به گونه زنده مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید. همچنان که شب در صفحه فیسبوک برنامه اسلامی ما نوشتم و قبل از وقفه و قبل از آن هم خدمت شما عرض کردیم که موضوع امروز ما چند همسری و شرایط آن در اسلام هست. این خواهش دوستا بوده چون افراط و تفرید در کشورهای اسلامی و در موضوعات اسلامی بیشتر دیده میشه در تمام موارد. مخصوصا ما در بحث چند همسری ما بسیار دچار مشکلات بسیار فراوانی هستیم. ما داریم مردهایی را که مثلا رفتن ازدواج دوم کردن یا سوم کردن اما کوچکترین توجه و التفاتی برای همسر اول که ندارن و در حقیقت میشه گفت که ما احکام و نظریات اسلام ناب پامال کردن. ما خواستیم امروز دیدگاه ناب اسلام در مورد چند همسری بدانیم که تحت کدام شرایط یک مرد میتونه برای به طرف ازدواج دوم، سوم و بالاخره چهارم و کدام شرایط باید در نظر بگیره، چون اسلام به تمام سوالات و به نظریات ما شما که در تمام زمانه ها پاسخ داره. آیاتی که انتخاب شده آیات 1 تا 3 سوره نساء پاره 4 هست. جناب استاد آیت مبارک تلاوت کرده و بعدش با سوالاتی که شما دارین و ما یادداشت دارم از جناب استاد طلب پاسخ خواهد شد. بفرمایید استاد گرامی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم.
سپاس شکران. تشکر از شما بیننده و شنونده اسلام قرآن. بگونه زنده و مستقیم شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید هستید. یک سوال جناب استاد بیرون از موضوع، یکی از دوستا پرسیده بودن، من میده فراموش کردم، گفتن که لفظ درود شریف، تنها ما درود برای پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میفرستیم و برای حضرت ابراهیم علیه السلام. حالا که ما مثلا میگیم که درود برای فلانی یا برای فلان شخص، آیا این از منظر شریعت مبارک اسلام اشکال شرعی داره یا نه؟ اصل ادب و اخلاقی است که در مقابل پیغمبرا وقتی که نامش گرفته میشه صلی الله علیه وسلم علیه السلام تخصیص به پیغمبر میباشه. بله. بس در حق صحابه رضی الله عنه یا رضی الله عنها، در حق تابعین، تبع تابعین، دیگه علما و بزرگای دین رحمت الله علیه. خب. از تخصیص هم اخلاق و ادب هر کس هم مدرجه و منازل بشه. اما با دیگران گفتنش جواز داره، اما بهتر است که ترک شد. اما درود سلام معنا میده جناب استاد. حالا ما شما مثلا زمانی که مقابل هم میشیم سنت الهی است که ما شما بگیم که السلام علیکم و رحمت الله. اشکال شرعی نداره، اما به حساب که در بین فقها و علما هم عرف خواه. وقتی که پیغمبر وقتی که صلات میگیم درود میگیم خاص با پیغمبر باشه. صحابی رضی الله عنه از خاطر که در قرآن خدا از اونها راضی شده واژه رضی الله عنه را استفاده کرده. مثلا استاد اگر ما طور مثال ما هم تکیه کلام دارم، بعضا میگیم که در صفحه فیسبوک نوشته بگیم که درودها یا درود یا مثلا درود بر حضرت بر شما، این اشکال شرعی داره؟ اشکال شرعی بهتری است که ترک شه، اما دیگه واژه هایی را که هم ردیف معادلش باشه مشکل نداره. سلامت باشید، تشکر. آیاتی را خواندین، سبب نزول آیات مبارک چی است؟ از امام بخاری صاحب رحمت الله علیه از عایشه صدیقه بنت صدیق المبره عن السماء روایت میکنن که یک واقعی در وقت پیغمبر اسلام صورت گرفت، یک دختر یتیمی اونها سرپرستیش یک شخص میکردن، اونها وقتی که جوان شدن اما شخص با اینا عروسی کردن و این شخص یک باغ داشت که این دخترم در باغ شریک بود کردش. خب. و ای که با این دختر یتیم عروسی کرد، ایواز از ای که او را محرم نداد، امی سهم باغشم تصرف کرد. خب. بازی آیت نازل شد و این خفتم الا تقصد فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم، وقتی که شما حقوق یتیما را ادا کردن نمیتونین، بهتر است که با یتیما عروسی نکنین، برین با دیگه خانم عروسی بکنین. از خاطر که اونا سرپرست داشتنه باشه، از حق و حقوقشان که از دفاع کردن هم نمیتونه، یعنی از معجز ناتوانیشان سوء استفاده کردن، استفاده میکنین. بنان آیت نازل شد که شما با دیگه خانمای اصیل و حور آزاد است عروسی بکنین که اونا مهر میدن. وجود شما به سلامت. ترجمه و تفسیر آیت مبارک چی است؟ در آیت اول خداوند کریم در اول مسئله توحید ذکر میکنه، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم بترسین از پروردگارتان، یعنی مسئله تقواست. او پروردگاری که همه شما را پیدا کرده از یک نفس واحد، از آدم علیه السلام و بی بی هوا، از آدم علیه السلام از یک تن، و خلق منها زوجها، و از امی آدم علیه السلام جفتش یعنی خانمش بی بی هوا را پیدا کرد، و بس منهما رجالا كثيرا ونساء، و توسط امی آدم و بی هوا علیهما السلام دیگه بسیار مرد و زن یعنی اولاد زیاد به دنیا آمدن. و اتقوا الله الذي، و بترسین از خدا که توسط او سوال میکنین، تساءلون به، یعنی در هر مسائل معاملاتتان که از خدا بترسین، این کار نکنین. این حال شما وقتی که از مردم میخواین که از خدا بترسین که حق تلفی نکنین، خودتان هم از خدا بترسین، اول حق حقوق خدا را ادا بکنین که مسئله تقواز. دوم و الارحام، قطع سل رحمی نکنین. پیغمبر اسلام میگن که شما اگر میخواین رزق روزیتان زیاد شه، در عمرتان خیر و برکت بفته، قطع سل رحمی نکنین، یعنی سل رحمی بکنین. همچنان صدقه میتین به یک فقیر و مسکین یک ثواب داره، اما به اقارب نزدیکتان دو ثواب داره، یکی زکاتتان ادا میشه، دیگه مسئله صله رحمی ادا میشه. ان الله کان علیکم رقیبا، آگاه باشین که خداوند کریم بر شما نگهبان است، یعنی همه اعمالتان میبینه. و اتو الیتام اموالم، در آیت دوم در رابطه به حفظ حقوق یتیماست، که در فامیلی که یتیم باشن، پدرش وفات شده و یتیم صغیر باشه، قبل از سن بلوغ باشه، شما از حق حقوقش دفاع بکنین. در حق حقوقش باید حفاظت شه، مقیم و سرپرست که یا وصیه که تعیین میشن، اونا در حق حقوقشان به حساب حق تلفی نکنن. ولا تبدلوا الخبیث بالطیب، تبدیل نکنین مال بد را با مال خوب. چی مانا؟ مال یتیم خوب است و مال زور میگیرین، مال خراب خود دم ایوازش میمانین. ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم، و نخورید اموال آنها را با اموال خود،
این است گناه بزرگ. در آیت سوم ذکر میکنن و این خفتم الا تقصدوا فی الیتامى، و اگر شما میترسین که نمیتوانین انصاف کنین در حق بچه‌های یتیم، مثل که در شأن نزول آیت بیان کردیم، فنکحوا، پس نکاح بکنید، ما طاب لکم من النساء مثنى، با خانمایی که مورد پسندتان باشه، دو خانم یا سه خانم یا چهار خانم، و هم در صورتی که دو شرط داشته باشین. او شرط چی است؟ فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة، عدالت است، تأمین عدالت در بین خانمایتان، قسم، نوبت، تمام شرایط ضروریاتشان در نظر گرفته بتانین. دوم شرطش تأمین نفقه، سکنا، خانه، تداوی، و اگر دو شرط داشته باشین، تأمین عدالت، تأمین نفقه و سکنا و تداوی و غیره، دو، سه، چهار جواز داره، مباح است، اما فرض و واجب و سنت نیست و حرام هم نیست، حرام هم نیست، مشروع است. فإن خفتم، اگر ترسیدین که عدالت بین خانما نمیتونین، تأمین نفقه چهار خانم ادا کرده نمیتونین، فواحدتن یک خانم باید عروسی بکنین، او معاملکت ایمانکم، یا با کنیزهایی که مصارفشان کمتر است با اونها عروسی بکنین. ذالک ادنا الا تعلو، این کار به خاطر است که شما چی است متمایل نشین یا ظلم نکنین، عول نکنین. چه مالک یک خانم گرفتن این بهتر است نسبت به او که چهار خانم بگیرین، حق و حقوقشان، عدل و عدالت و تامین نفقه در بینشان ادا کرده نتوانین. شما به سلامت باشین، تشکر. ترجمه تفسیر نابی بود از جناب استاد در مورد آیات مبارک. ادامه حرف و حدیث پس از وقفه. خوش آمدین. ادامه برنامه اسلام اقران را به گونه زنده مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید. چند همسری و شرایط آن در اسلام، موضوع بحث ما با جناب استاد در این فرصت هست. نکات کلیدی آیات مبارک چیست جناب استاد؟ نکات کلیدی اول خود مسئله تقوا است، که از خدا بترسین. دین اسلام دین حقوق و وجایب است. و دو مسئله در رابطه با ادا کردن صله رحمی، حقوق اقارب. و سوم در رابطه به حفظ حقوق یتیما و احکام و مسائلش، و با اونها ظلم نکنین. نکاح دختر یتیم با نابالغ که باشن آیا جواز داره یا نداره. و در قسمت تعدد زوجات، که تعدد زوجات به اساس آیات قرآن کریم مشروع است، و دو شرط اساسی دارن که تأمین عدالت بین خانم ها در تمام مسائل، خوراک، پوشاک، قسم که در فقه اسلامی نوبت با کدام خانم کدام شب باشین. و دوم شرطش تأمین نفقه، که نفقه او مخارج زندگیش که مسئله خرج و خوراک و پوشاکشان است، سکنا، مسئله خانهشان، تداویشان، دیگه ضروریاتشان. این دو شرط اساسی را به اساس از آیات قرآن کریم داشته باشین. فرض و واجب و سنت نیست، مباح است، مشروع است، هیچ مشکل شرعی نداره. اما اگه دو شرط ادا نکردین باز ناجایز. سلامت باشین استاد. یک دیدی که در جامعه وجود داره، طور مثال یک کس شاید همی امکانات داشته باشه و امکانات در خود ببینه، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر شخصیتی، یعنی به این معنا که از نظر اقتصادی هم پیش خود بررسی میکنه که بله من شاید همی توانمندی تمویل دو تا خانم داشته باشم یا سه تا خانم داشته باشم یا چهار تا خانم، و از نظر شخصیتی هم به این معنا که شاید همی توانایی در خود ببینه، این مدیریت در خود حس کنه که من میتونم مدیریت کنم سه چهار خانم میخواد، اما از طرف خانواده ممانعت میشه. یک مورد. و مورد دومش، یک کسی که اصلا توانایی نداره، نه از نظر شخصیتی و نه از نظر اقتصادی، میره خانم دوم میکنه سیوم، بالاخره به خانم اول کوچکترین توجهی نداره، یا ترکش میکنه با اولادش، و یا هم به گونه یک کنیز در یک کنج افتیده و اصلا از او خبری هم نمیگیره. این دو تا باور شما در مورد از چی نظر دارید؟ در رابطه جناب سیرت صاحب، علما و دانشمندا خیلی کتابای زیاد نوشته کرده، و ما هم در کتاب فلسفه عبادات در اسلام فلسفه فصل 11 به شکل تفصیلی این موضوع را بحث کردیم. خب طور مختصر، اول تعدد زوجات در تمام ادیان سماوی غیر سماوی مروج بوده. تا قرن 17 پیروان یهودیت و عیسویت همشان به این باور بودند، و بعد از قرن 20 پاپای کلیسا به این ممانعت ورزیدند. و فعلا هم دکتر گستالبون، مورخ مشهور فرانسوی، در کتاب خود مشتهر کردند، میگم این تعدد زوجات که اسلام پیشکش میکنه بهترین راه جلوگیری از مفاسد اخلاقی است. حتی یک دانشمند غربی به نام توماس
اونا میگن بهترین راه جلوگیری از فساد اخلاقی مفاسد اخلاقی امثالی تعدد زوجات است و تعدد زوجات هم با 4 دلیل مشروع است. چرا؟ اول نفوس مردان از بد به خانما زیادتر است. یه گپ معقول است کلی قبول میکنم. از خاطر که در کلی قبول میگیره واجد از خانم. و از خاطر که در اکثر جنگ ها غزوات ببینیم به طرف است. دوم خانم 10 روز عادت ماهوار داشته باشه. اگر به حساب همون مرد قوت جنسیش یا شهوت شخصیتی زیاد باشه در 10 روز به فساد اخلاقی دست بده. اگر زن دوم داشته باشه بهتر تر است. این دو. سوم بعض خانم ها عقیم و نازا می باشن. عقیم و نازا می باشن. این حال در یک مرد هست. امید دارن که باید یک حاصل زندگی داشته باشه. ولد صالح داشته باشه. و دیگه بعض مردها قوه شهوانی زیادتر می باشه. اگر او به زن دوم نداشته باشه با فساد اخلاقی و زنا و غیره رو میرن. بنان به می 4 دلیل تعدد زوجات بر امت اسلامی جواز داره. باز دکتر گستالبون میگن اگر ما تعدد زوجات بگیم که من است از 3 حالت خالی نیست، یا 3 فرمان بدیم، یا بگیم که هر مرد یک خانم حق دارن ازدواج بکنه دیگه خانم ها چی بکنن، یا معقول نیست چون تعداد خانم ها زیاد است. یک. دوم اگر بگویم که نکاح ضرور نیست، هر کس با هر کس که مسائل روابط نامشروع داشته باشه یا خلاف موازین اخلاقی و انسانی و شریعت است. و بهترین رایش است که مو اسلام پیشنهاد میکنن که تعدد زوجات مشروط به دو شرط: تأمین عدالت و تأمین نفقه، سکنا، لباس، خانهشون جدا باشه، در خوراک، پوشاک توانایی داشته باشن، مشروع جواز دارد. اما در قانون مدنی افغانستان که 3 شرط ذکر کردم، این 2 شرط شرعی را که تأمین عدالت، تأمین نفقه، یک شرط سوم هم عقیم نازا باشه. خانم قبلیش عقیم نازا باشه میتونه زوج دوم بگیرن. دیگه شرایطش که رضایت خانم اول باشه. آمی این نکته را استاد گفتن که در قانون زن که نو تصویب شده گفتن که اگر اجازه خانم اول نمی باشه و مرد خانم دوم میگیره این محکوم به 5 سال حبس میشه. تا چه حد آیا این در مخالفت باشه یا قرار داره؟ شریعت ببینن در 2 شرط گفتن تأمین عدالت، تأمین نفقه. و در قانون مدنی اکثر قانونگذارای ما که از شریعت آگاهی نداشته فقه اسلامی را نفهمم، مواجه های تقنینی را اشتباه نمشته میکنند. در اونجا نمشته کردن که تعدد زوجات نامشروع است. مگر در اینی حالت هایی که تأمین عدالت نامشروع نیست، تعدد زوجات مشروع است. اما در حالات که تأمین عدالت بین خانما نکنین، تأمین نفقه و سکنا نکنین، اونا را حق تلفی شه و حقشان سبب خشونت فامیل هاشه، اسلام میگه ناجایز است. ببین واجه و اجازه شرط خانم دوم شرط در شریعت شرط نیست، اما در فقه اسلامی یک باب داریم به نام شروط ضمن عقد. مثلا با یک خانم عروسی میکنین، اخلاقا شوهر خودم یعنی من مشروط به با تو عروسی میکنم که زوج دوم نکنین. این را از لحاظ اخلاقی و ادبا میتونن به او وفا بکنن، یک عهد کردن و اوفو بالعهد. اما از لحاظ شریعت شرط اساسی نیست که باید رضایت خانم اول گرفته شه. و یا هم از نقطه نظر شریعت مردود است. آیت قرآن کریم فتزروها کل معلقه، وقتی که شریعت میگن که خانم دوسی میگیرین بنابرای ضرورت حق و حقوقشان ادا بکنین، اتنی که هم باید که میلان زیاد داشته باشین دیگر کل معلقه بی مسئولیت ترک بکنین، از لحاظ شریعی نارواز حرام است. همه حقوق مالیش غیر مالی همون تو یک خانمی که در انزوا قرار گرفته جناب استاد، من یک خانم شنیدم آواز شد دمی روزا بر من تماس گرفته بود که شوهرم خانم دوم گرفته، اما از وقتی که با خانم دوم خود ازدواج کرده رفته اصلا خبری از ما نمیگیره، با 2 تا 3 تا طفل رها کرده و بالاخره رفته دیگه با خانمش. این شخص اسلام برش چه گفتنی داره؟ و بالاخره برای آیا جزایی تعیین کرده؟ در فقه اسلامی ما باب فصل مستقل داریم به نام باب قسم. یکی قسم است، یکی قسم. قسم چی مونه؟ نوبت. نوبت. وقتی که دو زن میکنین مرحله تا نوبت به حساب چند روز با کدام باشین، چند روز با کدام باشین، همه حقوق و چیزایشان در نظر بگیرین. و کسی که حق تلفی بکنه با در حدیث شریف است، او کسی که حق حقوق یک خانم اول خود را ترک میکنن، با اونو هیچ التفات نمیکنن، در روز قیامت هم یک جزای اخروی. شما در دنیا چه باید در دنیا باز میتونن زن
به خاطر وقتی که نفقه برش نمیتن سبب آزار و اذیت میشه تفریق قضا ما یک صورت داریم در محکمه فامیلی پیش از محکمه فامیلی دادگاه خانوادگی حکمین و این خفتم شقاق بین هما فبعث و حکم من اهلی و حکم من اهلی دوستار یک دیگر بخواین در بینشون میان جگری بکنن اگر اصلاح نشدن باز ما محکمه فامیلی وقتی که به خانم اول نفقه نمیتن مسئله سکنایش، تداویش و دیگر مسئله ضروریت های شرعی و قانونیشه و انجام نمیشه در او صورت خانم حق داره که پیشنهاد به تفریق قضا در محکمه اما کوشش کنن که نظام خانواده را به حساب مشکلات داخلی سلامت باشین یکی از پسرها دیروز پرسیده بودن که وقتی که ما شب در صفحه فیسبوک پست کردم که چند همسری موضوع بحث ما است اونا در فیسبوک نوشته کردن که درست ایر خسلام پیشنهاد میکنه مباح است آنچه که شما گفتید حکم شرعی شه اما یک مرد توانایی از نظر اقتصادی توانایی گرفتن یک همسر نداره به تو یک شخص اسلام چه نظر داره در مشکات شرعی باب نکاح است یا معشر الشباب ای گروه جوانان اگر شما توان دارین من استطاع منکم الباءت فلیتزوج وقتی که اگر شما توان نکاح دارین نکاح بکنین و مطابق احکام شریع احکام شریعت نکار بفهمین بدانین حق و حقوق خانما را ادا بکنین در صورتی که توان مالی ندارین روزه بگیرین و بر نسل جوان کتاب مطالعه و مصروف خدا نگاه کنین روزه گرفتن فإن الصوم له وجاء این مسمو دوایش است این حال از نقطه نظر شریعت به حساب دیگه مسائل کوشش کنیم که همین مصارف کمرشکن عقد نکار باید ما بشکنیم این وظیفه همه ما شماست از علمای کرام از کسای دعوتگر است سلامت باشین استاد آیا امکانات عدالت وجود داره که یک فرد دو تا خانم داشته باشه یا سه تا خانم داشته باشه میتونه که عدالت کنه چون در عرف می است که اصلا وقتی که مرد دو تا خانم سه تا خانم داشته باشه دیگه چیزی به نام عدالت در وجود شخص دیده نمیشه ببینیم پیغمبر اسلام 9 خانم 11 خانم داشت باز همشان در مسائل ظاهری خوراک پوشاک همه مسائل عدالت تامین میکرد باز یک میلان قلبی نسبت به همه خانمای خود به بی بی عایشه صدیقه خیلی احترام داشت از خاطر که دین یاد میگرفتن باز به خدا دعا میکرد خدا از چیزی که در اختیار ما است در بین کل خانمای خود علی سویه تقسیم کردیم اما چیزی که در اختیار من نیست که میلان قلبی محبت قلبی دو مرا نگی لا یکلف الله نفسا الا وسعها و یاس و کودای شرایط فعلی وقتی که می تامین عدالت و تامین نفقه صورت گرفته نمیتونه از طرف مردا بهتر است که باعث نگیرن از خاطر که سبب خشونت های فامیلی خانواده ها سلامت باشین پس توصیه شما به مو مرد هایی که دو تا خانم یا سه تا خانم دارن و عدالت نمی کنن چی توصیه های اخلاقی دارید اول خاص نقطه نظر شریعت تعدد زوجات مشروع است مشروط بر این که تامین عدالت تامین نفقه و سکناش های یک موضوع و کسایی که به ضرورت باشه تعدد زوجات میگیرن باید به مردانگی اما حق و حقوق شرعی خانم ادا بکنن که ما بعد سبب خشونت خانواده ها صورت بگیره مسئله گراف طلاق است تربیت اطفال است مسائل اجتماعی و خانوادگی شما با سلامت باشین در فلسفه عبادات در اسلام اثری است از جناب آقای دکتر که فیلن هستن میبینیم شان چند سال پیش کتاب نوشته کردن خودشان بگن که در مورد فلسفه تعداد زوجات یا تعداد چند همسری چه نوشته کردن و فشردش استاد شما بگید فشردش اول خواهی یک مقدمه ذکر کردیم که تعداد زوجات در تمام ادیان سماوی در دین یهودیت، عیسویت، حتی در اهل هنود، مصری ها، بابل، روم همشان مروج بودن و یک اصلی است تا قرن 17 هم که عیسوی ها بعد از قرن 17 هم در قرن 20 هم روی بعض ملحوظات، بعض پلان هایی که دارن اونا همین مسئله تعداد زوجات هم ممنوع قرار دادن و این خلاف عقل و منطق است اکثر دانشمندای غربی که اونا به عقل و منطق و ریسرچ و تحقیق کردن مثلا کنزی یک دانشمند غربی است میگه 60% مردم امریکا نسبت به خانمای خود مردایشان خیانت نسبت به خانمای خود خیانت میکنن دلیل از خاطر که می مسئله تعدد زوجات اونا قبول نمیکنن روابط نامشروع میگیرن به طور کامل به چند همسری در کتاب پرداخته شده تعدد زوجات در حق امت همین 4 دلیل و در تعدد زوجات پیغمبر اسلام کلش حکمت و فلسفیش به شکل تفصیلی ذکر شده بسیار زیاد تشکر خداوند شما را به سلامت داشته باشه و از تمامی همکارا هم تشکر و از شما عالی جنابان هم تشکر که تا این فرصت استفاده ها کردین انشاءالله که کردین صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن با نزدیک به 40,000 لایک در خدمت شما است و واتساپ ما و شماره تماس عادی ما 0782 22 47 10
تا دیدار بعد خوش باشین و الان نگهدار شما باشه.